برای اکسل و کاترین معاینت روی کودک پیش از تولد تابو بود. 12 سال پیش یوردیس به دنیا آمد، سالم. 9 سال پیش هم لینرت آمد، اما با سندروم دام. Wahrscheinlich wieder so entscheiden wie ich. امروز هم همون تصمیم رو میگرفتم که 9 سال پیش گرفتم، یعنی میگم اون چه که قسمتا میشه میپذیرم و تلاش میکنم به بهترین شکل باهاش رفتار کنم. Damit umzugehen und da das Beste draus zu machen. اما این مادر برخلاف خانواده تیک میخواهد با تست آب جنین از سلامت فرزندش مطمئن شود. بریت 4 ماه است، 35 سال دارد و به این ترتیب در گروهی قرار میگیرد که بارداریشان خالی از ریسک نیست. تست آب جنین نشان خواهد داد که آیا جنین سندروم دان دارد یا نه، اختلالی ژنتیکی که در آن کروموزوم 21 به جای 2 بار 3 بار وجود دارد. 90% زنان بارداری که جواب آزمایش هایشان مثبت است سقط جنین میکنند. من نگرانم اگه کودکم تریزومی داره آیا واقعا بچه رو سقط کنم یا نه. آدم با خودش فکر میکنه یه بچه دچار سندروم دان آیا باری برای خانواده نیست؟ تفاوت بزرگ تست آب جنین با سونوگرافی های اینچنینی در خطری است که جنین را تهدید می کند. در تست آب جنین امکان صدمه زدن به جنین و مرگ او وجود دارد. اما متد تازه این ریسک را به صفر می رساند. تنها چند میلی لیتر خون مادر برای پی بردن به بیماری تریزومی کافی است. خون مادر حاوی مواد وراثتی جنین است. خون در آزمایشگاه بررسی می شود و در پایان نتیجه قابل اعتماد. با این تست میشه در آینده به وجود اختلالات کروموزومی بیشتری پی برد، به گونه ای که 90% تغییرات کروموزومی در هفته 10 قابل شناسایی میشه. تستی بدون ریسک ایدئال برای زنان. اما چه اتفاقی میافتد اگر این آزمایش به معاینه عادی تبدیل شود؟ الان اینطور نیست که با این معاینه به طور اتوماتیک فرد باردار تصمیم به سقط جنین بگیره. اما اگر به سمتی بریم که نتیجه این تست این باشه که خب باید الان به بارداری خاتمه داد، تصمیمی که پزشک‌ها هم در اون بی تأثیر نیستند، اونجا آغاز تأثیرگذاری بر زندگی افراد معلول است. دانش انسان در مورد ژن‌ها می‌تواند از یک سو دنیای بارداری و از سوی دیگر رفتار با معلولان را تحت تأثیر قرار دهد. اگر این تست بدون ریسک عادی بشه میتونه مشکل ساز باشه و برای همین باید ابعاد سیاسی اجتماعی مسئله به بحث گذاشته بشه. Und das müsste dann eben auch entsprechend gesellschaftspolitisch diskutiert werden. منتقدان بیمان دارند که انسان‌های معلول رفته رفته کمتر مورد قبول جامعه واقع شوند. خانواده تیک این معاینه را حتی اگر 9 سال پیش وجود داشت انجام نمیداد. پدر و مادرها نباید این همه زیر فشار قرار بگیرن که حتما یکی از امکانات تازه پزشکی رو انتخاب کنن. خوشبختی در خانواده‌های گوناگون چهره‌های مختلفی دارد. اما چهره خوشبختی برای کاترین و اکسل دیدن چهره یوردیس و لینرت است.